سلام من میلاد هستم و میخوایم این سوال رو با هم جواب بدیم که آیا با وجود وعده بخشش ما مسیحیان باید از گناه بازیستیم؟ من یه سوالی رو از شما میپرسم وقتی به یه نفر میگیم دانش آموز چه چیزی به ذهن شما میاد؟ بله درسته مدرسه، درس، امتحان دقیقا درست دارید فکر میکنید حالا اگه یه دانش آموزی رو ببینید که همش توی خیابونه یا توی گیمنته یا توی خونه است شما تعجب نمی کنید و نمیگید تو چطور دانش آموزی هستی که نه مدرسه میری و نه درس میخونی اول از همه ما به عنوان ایمانداران به مسیح باید هویت خودمون رو بشناسیم و بدونیم که ما این وعده بخشیده شدن رو با ایمان به ایسای مسیح به دست آوردیم بر ما واجب هست که همسو و در جهت هویت خودمون عمل کنیم و رفتار کنیم آیا عیسی مسیح شخصی بود که گناه کرد؟ پس اگر من گناهی انجام بدم آیا کسی به من نمیگه که تو چطور ایمانداری هستی که عمدن گناه میکنی؟ دوستای خوبم همونطور که شما درس خوندید پیشرفت کردید از دبستان به راهنمایی دبیرستان یا در موسیقی و ورزش تلاش کردید در مسیر درست قدم برداشتید و پیشرفت کردید حالا ما هم به عنوان ایمانداران به مسیح باید در ایمانمون رشد کنیم یعنی نزدیکتر به خدا شبیهتر به مسیح و به کلام دیگه رشد روحانی داشته باشیم ولی گناه کردن مثل این میمونه که شما نمره قبولی نیارید یا رفوزه بشید و درجا بزنید مانع رشد روحانی ما میشه و همینطوری مسیحی مهمه که این رو بدونه که هر گناهی یک پیامد مخرب داره بر شخصیت خودش بر رابطش با خدا و رابطش با دیگران گناه به شخصیت، هویت طرز فکر تو ضربه میزنه هیچ کس نیست که گناه کنه و خوشحال باشه ولی نباید این رو اشتباه برداشت کنیم که دیگه ما گناه نمیکنیم، ما وسوسه میشیم ما شاید بیفتیم ولی این هویت ماست که این فیض و اجازه رو میده که دوباره بیستیم و در ایمانمون قدم برداریم میخوام با این تموم کنم که توی کتاب مرقس باب دو داستان مرد مفلوج رو میخونیم مردی که فلج بوده میارنش پیش عیسی مسیح و عیسی مسیح به اون وعده بخشش میده و اون مرد شفا پیدا میکنه. جمع زیادی اونجا بودن. همه شفا پیدا کردن اون مرد رو میبینن. اون مرد بلند میشه و با خوشحالی از اونجا بیرون میره و همه اونجا مبهوت بودن که خداوند چه کار بزرگی در انجام داده و اون, تر اون شخص شفا رو پیدا کرده. ما هم باید در زندگیمون در, در مکان در زمانهای خصوصیمون شخصیمون در جامعه در مدرسهمون جوری رفتار کنیم که بقیه این بخشش و این رهایی و این آزادی ما رو ببینن و مشتاق این بشن که بخوان اون آزادی رو بچشن و این بهترین بشارت میتونه باشه خداوند به همه شما برکت بده